درود بر فرزندان خدا. در یک شنبه هشتم ماه می 2022، یک شنبه. اینک چه خوش و چه دلپسند است که حتی از طریق دنیای مجازی اما میتونیم به یک نام خداوند عیسی مسیح عبادت و پرستش خود را شروع کنیم. خب البته امروز روز خاصی هم هست و من به همه مادران عزیز در این روز جهانی مادر تبریک میگویم. مادرانی که همه مایانی که به دنیا آمدیم به جز آدم و حوا از آغوش مادر، از وجود مادر، از این طریقی که خدای ما ایجاد کرد به دنیا آمدیم. پس خدا رو شکر برای مادرانی که میلیاردها انسان در طول تاریخ از طریق این مادران به دنیا آمدند، با محبتهاشون، با دعاهاشون، با تحمل کردنهاشون، با صبرشون، با تربیتشون و با این همه محبت جانفشانانه ما را و بشریت رو به اینجا رسوندند. پس لازم میدونم با دل و جان برای وجود مادر خودم و تمام مادران عزیز، مادران شما، خدا رو شکر کرده و این دعای ابتدایی را همراه با شکرگزاری برای عزیزان بکنیم. شما که مادر هستید، خواهران عزیز، خدا رو شکر کنید، برای وجودتون خدا رو شکر میکنیم و باشد که فیض و قوت خدا در تربیتی که نسل جدیدی با اشتیاق و انتظار عاشق شدن خداوند باشن، تربیتی مثل حنا، مثل مریم، مثل الیسابات، مثل خواهران نمونه طول تاریخ. پدر به نام عیسی مسیح دعا میکنم نه فقط یک شعاری و یک جمله‌ای برای تشکر از مادران باشد، بلکه فیض و قوت ببخش تا بشه واقعا این عزیزان را احترام گذاشت، برای تمام سالهای زحمت و رنجی که کشیدند و میکشند اون قدردانی الهی باشه. تویی که آفریدی، این محبت رو در اونها قرار دادی. پدر شکر میکنم که از قلب توست و تو میتونی قوت ببخشی تا نسل جدید در این دامنهای پر از محبت مادران، در راستی، در فروتنی، در با اخلاقیات رشد کرده و نسلی خدا ترس باشند. فراوانی تو بر عزیزان باشد. برای جسمهای خستشون دعا میکنم، برای روحهای خستشون که تسلی تو باشه، قوت تو بر آنها باشه، برای روابطی که تلخ شده، شکسته، دعا میکنم خداوند بالاخص از جانب فرزندان دل تو به کار ببخشی که برگردن، محبت کنن، اگه لازم اعتراف کنن و با آغوش گرم مادرانشون زندگی رو ادامه بدن. دعا میکنم این فراوانی بر عزیزان، بر همه ما قرار بگیرد. با شکرگزاری به نام خداوند عیسی مسیح، آمین. آمین. خب، یک شنبه، روز جهانی مادر، اما من میخوام با صلیب ادامه بدهم و با اجازتون با بستن کامنت ها برای وجود شما عزیزانی که این لحظه با ما هستید. یادتون میاد هفته گذشته با قرنتیان و پولس شروع کردم، امروزم با پولس و قرنتیان و افکار پولس و قدرت صلیب در زندگی پولس ادامه خواهیم داد. برای همین با یک مقدمه‌ای که این پولس، این دانشمند یهودی، این فیلسوف یهودی با عینک یهودیت و فریسیگری چی شد که عاشق صلیب شد،
و برای صلیب و پیغام صلیب جان داد. اولین باری که از پولس صحبت میشه در کتاب اعمال رسولان باب 7 آخر آیات اینطور میگه، در جایی که استیفان داره شهادت میده و داره سنگسار میشه، باب 7 کتاب اعمال آیات آخر میگه: در آن دم گوشهای خود را گرفته نعره بلند برکشیدند و همگی با هم به سوی حمله بردند، یعنی به سوی استیفان، و او را کشان کشان از شهر بیرون برده سنگسار کردند. شاهدان جامه های خود را نزد پاهای جوانی سولوس نام گذاشتند، جوانی که 30 چند ساله بوده، جوان نوجوانه، جوان 30 چند ساله. و در ادامه میگوید استیفان دعا کرد: ای عیسی خداوند، روح مرا بپذیر. زانو زد، با آواز بلند ندا در داد: خداوند، این گناه را به پای ایشان مگذار. این را گفت و بخفت، و سولوس با کشتن استیفان موافق بود. چرا که برای سولوس ترسوسی یهودی شاگرد غمالائیل، غیور در مذهب، غیور در تعصب دینی شدیدی که داشت، آنچه که استیفان میگفت، آنچه که پیغام انجیله، برای او جهالت کامل بود. ولی چی شد؟ چی شد این شخص مذهبی متعصب دانشمند شاگرد غمالائیل غیور که در قتل استیفان و دیگران راضی بود؟ کلام میگه که سولوس، همون باب 8 ادامش، سولوس سخت بر کلیسا میتاخت و خانه به خانه گشته زنان و مردان را بیرون میکشید و به زندان میافکند. من همین الان در قلبم همین الان میخوام دعا کنم با من متحد باشید برای افراد متعصب مذهبی غیور در همه مذاهب، به جز آنانی که مسیح را میشناسند، آنانی که الان خانه به خانه دنبال مسیحی ها میگردند، چه در ایران، چه در افغانستان، چه در تاجیکستان، چه در چین، چه در هندوستان، چه در پاکستان، چه در بعضی کشورهای آفریقایی، چه در ویتنام، چه در کره شمالی، افرادی که اسامی دارند با غیرت سولوس نام هایی هستند. همین الان دعا میکنم به نام عیسی مسیح که این غیرت، این غیرتی که برای خداست، غیرت الهی است، با ملاقات در راه دمشقی که الان اشاره میکنم تبدیل به رسولان میشن. من یادمه برای شخصی با همسرم آنها دعا کردیم، حتی بهش گفتم روبرو به چشماش، شخص بسیار غیور متعصب مذهبی و در خدمت خودش خیلی دقیق، اما یک صداقتی توش داشت. من بهش گفتم میدونی تو فردا میتونی پولس رسول، مثل پولس رسول برای ایران باشی. تعجب کرد، گفت من و همسرم، بهش گفتم من و همسرم این دعا رو برای تو میکنیم که میتونی فردا پولس رسول برای ایران باشی. الان اسمش به خاطرم هست، قیافش به خاطرم هست. شاید شما هم افرادی تو ذهنتون دارید. استیفان در حین سنگسار شدن دعا کرد مثل خداوندش بالای صلیب، در قدرت صلیب: ای پدر، اینا را ببخش، نمیدانن چه میکنند. حتما این دعا را آسمان شنید و به گوشهای سولوس ترسوسی هم رسید، ولی هنوز با تعصب ادامه میداد و خانه به خانه بیرون میکشید و به زندان میافکند. ادامه داستان در باب 9 میگه: و سولوس همچنان به دمیدن تهدید و قتل بر شاگردان خداوند ادامه میداد. تهدید و قتل، فقط یه تعصب مذهبی نبود، فقط یک مجادله مذهبی نبود، فقط یک نمیدونم صحبت ها نبود بعد برن زندگیشونو بکنن. میگرفت، زندان مینداخت، میکشت و خوشحالم بود. و نزد کاهن اعظم رفت و از اون نامه های خطاب به کلیساهای دمشق خواست، تا چنانچه کسی را از اهل طریقت، ایمانداران اون موقع به این اسم شناخته میشدن، از اهل طریقت
بیابد از زن و مرد در بند نهاده به اورشلیم بیاورد. در اورشلیم کارش ظاهرا تمام شده بود، ولی چون مسیحیان از باب 8 میگه ایمانداران پراکنده شدند، پس به دمشق میره، چون شنید اونجا هم ایماندارانی هستند، به دمشق میره و در راه دمشق در طی سفر چون به دمشق نزدیک میشد، ناگاه نوری از آسمان بر گردش درخشید و او بر زمین افتاده صدایی شنید که خطاب به وی میگفت: شاول شاول چرا مرا آزار میرسانی؟ وی پاسخ داد: خداوندا تو کیستی؟ پاسخ آمد: من آن عیسی هستم که تو بدو آزار میرسانی. حالا برخیز و به شهر برو، در آنجا به تو گفته خواهد شد که چه باید بکنی. خداوندا تو کیستی؟ نمیتونست باور کنه که اونی که داره بهش جفا میکنه. مسیح نمیگه چرا به ایماندارانم، میگه چرا بر من جفا میکنی، چرا مرا آزار میرسانی؟ چون که آنچه که به قوم میکنی، یعنی به من داری انجام میدی. خلاصه ملاقاتش، هنانیایی که میره براش دعا میکنه، ابتدا نابینا میشه، بعد بینا میشه، بعد پر از روح القدس میشه، ایمان میاره و میگه، حالا اون ابتداش میگه در همون دمشق شروع میکنه، قوت میابه، باب 9 آیات 18-19 به بعد، و شروع میکنه در کنیسه ها موعظه کردن، عیسی پسر خداست، و همه تعجب میکردن که این مگه همون شخص جفا دهنده نیست؟ این همون است که در اورشلیم در میان آنان که این نام را میخوانند آشوب به پا کرده و به اینجا نیز آمده تا در بندشان نهد و نزد سران کاهنان برد. ولی سولوس هر روز قوی تر میشد و با دلایل انکارناپذیر یهودیان دمشق را به زانو درآورده ثابت میکرد که عیسی همان مسیح است. چه اتفاقی افتاد؟ آیا بحث مذهبی بود؟ اگر بحث مذهبی بود، پولس در قرنتیان این آیاتی که الان یکم بیشتر نگاه میکنیم صحبت نمیکرد. بحث مذهب نشد، بحث اجتماعی، سیاسی، نمیدونم بیاییم ببینیم اجداد ما چی میگن، شما چی میگید، سنت ها نشد. یعنی بحث سنتی اصلا کسی با پولس بحث نکرد، با سولوس بحث نکرد. شاگردان صداش نکردن بگم ببین چرا جفا میکنی، ببین بیا بابا ثابت کنیم بهت. نه، ملاقات با عیسی و بعد فهمید واو، این عیسی و قدرت صلیب. بذارید بریم به اول قرنتیان باب 1. پولس میگه، اول قرنتیان باب 1 از آیه 17: زیرا مسیح مرا نفرستاد تا تعمید دهم، بلکه تا بشارت رسانم، ولی نه با حکمت سخنوری، مبادا قدرت صلیب مسیح بی اثر گردد. مبادا قدرت صلیب مسیح بی اثر گردد اگر با حکمت سخنوری. به سخنان رو عزیزان اشتباه نکنید، عرض کردم در یک شنبه گذشته، بله گروهی هستن دفاعیات، اپولوژتیکس، دفاعیات میکنند، آیات را باز میکنند، تفسیرها را مقایسه میکنند با دیگر ادیان، به ثبوت هم میرسونند که همینا منطقی است. ولی پولس میگه من نیومدم که با بحث، بلکه اومدم با قلبی که ملاقات شده قدرت صلیب. و این صلیبی که برای یهودی، شما در نظر بگیرید، یهودی منتظر ماشیه موعود برگرده، یهودی منتظر نجات دهنده عالم برگرده و اونها را از دست رومی ها نجات بده. پادشاه جلال، ماشیه موعود، سوار بر اسب، با اقتدار، با قدرت. این انتظار یک یهودی از ماشیه موعوده، این انتظار نجات دهنده است، این انتظار نبوت هاست که در گذشته می شد. و یهو با یه نفری روبرو میشن، جوان 30 و چند ساله، پر از محبت، پر از غیرت، شفا میده،
میبخشه، مرده زنده میکنه، معجزات میکنه و بعد بر صلیب میمیره. روی صلیب میره، صلیبی که برای یک یهودی، پولس میگه زیرا پیام صلیب برای آنان که هلاک میشوند جهالت است. و برای یهودیان چی میگه؟ میگه یهودیان سنگ لغزش، یعنی نمیتونه تصور کنه که یک یهودی یهوه پرست، یک یهودی که داوود داره، موسی داره، سلیمان داره، اشعیا داره، ادعا داره، جلال رو میخواد نشون بده، قدرت خدا، بعد یهو یه نفر میاد، یک جوان از ناصره و میگه من پسر خدا هستم. حالا بحثم میکنه، صحبتم میکنه، منو نمیشناسید، ولی میمیره. و فکر کنید قمالایل و شاگرداش که یکیشونم سولوس بود، کتب را نگاه میکنند. مسیح در باب 5 یوحنا میگه کتب را تفتیش کنید. کتب را نگاه میکنم میگم این نمیتونه باشه، چرا که ذهنشون هنوز بسته است، چشما بسته است. صلیب سنگ لغزشه، خاره، مسخره است، توهینه، چون که هفته گذشته عرض کردم از دید رومی ها بدترین نوع شکنجه و تحقیر کردنه، آویزان روی صلیب. ولی پولس میگه بعد از مکاشفه، بعد از شناخت این عیسی، نه اون عیسای ظاهرا، دقت کنید، ظاهرا ضعیف که مصلوب شد، بلکه میبینه این صلیب اوج قدرت، اوج جانفشانی، اوج محبت خداست که قابل درک نیست. آخه نمیتونن نگاه کنن بگن این نجات دهنده است. برای همینه زیر صلیب فریاد میزدن اگه تو مسیحی خودت نجات بده، ما بهت ایمان بیاریم، چون مسیح نجات دهنده است. اگه تو نتونستی و نمیتونی خودتو نجات بدی، چطور میتونی ما رو نجات بدی؟ صلیب برای اونها حقارت، زشت، توهین، طرد شدگی و مرگ بود. اما یاد بگیریم و نگاه کنیم به تمام طول تاریخ کتاب مقدس که خدا برای برافراشتن کسی، برای بلند کردن کسی، برای به کار بردن هر کسی، ابتدا از این روزهای سخت عبور میده، از این روزهای انکار نفس عبور میده، از این روزهای بیابان عبور میده، از این ملاقات ها عبور میده، تا به اون اوج برسونه و پسرش که پسر یگانه است فرمول را عملا با زندگیش نشون میده. نه فقط جانفشانی بود، بلکه بهایی که برای گناهان ما و آزادی ما پرداخت می شد. پس پولس میگه من مبادا که موعظه من با حکمت سخنوری باشه قدرت صلیب مسیح را بی اثر بکنم. مبادا بگن عجب حکمتی تو داری، عجب بحثایی می کنی، چقدر نکته سنجی تو، به کجاهای اشاره کردی. میگه نه. و برای همینه نجات عزیزان، اگر نجات از فلسفه بود، اگر نجات از بحث ها بود، اگر نجات از این بود که باید همه اینا رو بررسی می کردی، تمام کتب را، خب باید تمام بی سوادان، تمام آنانی که تجربه نداشتن، سواد نداشتن، نمی تونستن برن آسمان. انجیل در سه قرن اول و تا امروز هم جایگاه بسیار مردمی در بین افراد بسیار ساده داشته، افرادی که فلسفه و حکمت نخونده بودند، وارد مباحثات نمیتونستن بشن، ولی درونشون نشون میداد گناهکارند و پیغام صلیب بهشون میگفت که تو نیازی به حکمت و فلسفه نداری، تو گناهکاری، ارث آدم و حوا به تو رسیده، تو گناهکاری، اسیری، از درون اسیری، لعنت تو زندگیت هست، چیکار کنم؟ مسیح مرد تا تو رو نجات بده. اینه پیغام صلیب. میدونید عیسی مسیح وقتی خدمت رو شروع کرد، در هر سه انجیل هست، در انجیل یوحنا طور دیگری، پیغامش با این بود توبه کنید و به انجیل ایمان آورید، ملکوت خدا نزدیک است.
توبه یعنی چی؟ توبه از چی؟ و بعد میفهمیم از گناهان، از گناهان اجداد، و صلیب راه نجاته. پس صلیبه که پیغام محوریه، و میبینیم که پولس این رو میفهمه، این رو درک میکنه. و بعد جالبه وقتی صحبت از مسیح میکنه میگه مسیح مصلوب رو وضع میکنم. مسیح مصلوب، عرض کردم ما صلیب پرست نیستیم. ما صلیب به گردن، صلیب تو کلیسا سمبوله، اما پیغام صلیب، مفهوم صلیب، و این دانشمند یهودی، این شخص غیور مذهبی که در قتل استیفان و در قتل و زندانی کردن دیگران شریک بود، با درک مکاشفه صلیب زندگیش عوض شد. برای همینه در فیلیپیان ببینیم چی میگه پولس. در فیلیپیان باب 3 بازم پولس اشارش اینه، مقایسه میکنه حکمت دنیا و افتخارات زمینیشو. باب 3، نادرستی اتکا بر افتخارات انسانی، از آیه 4 به بعد میگه آری اگر کسی میپندارد که دلایل خوبی برای اتکا به این گونه افتخارات انسانی دارد، من دلایلی محکمتر دارم. پولس داره میگه که مسئولیت من، مقام من، شناخت من به خاطر هیچ چیز ارثی و انسانی و خونی نبوده. حالا میگه ختنه شده در روز هشتم از قوم اسرائیل، از قبیله بنیامین، فرزند عبرانی، از والدین عبرانی، به لحاظ اجرای شریعت فریسی، به لحاظ غیرت آزار دهنده کلیسا، به لحاظ پارسایی شریعتی بی عیب. یعنی به تمام و کمال یک خداپرست یهودی کامل در زمان خودش. خب پس نیازش چی بود؟ یادتون هست اون جوان وقتی مسیح بهش گفت برو احکام انجام بده، گفت از طفولیت نگه داشتم، همه این کارا رو کردم، پدر مادرم احترام گذاشتم، قتل نکردم، زنا نکردم. خب پس نیاز چیه؟ نیاز اینه که خدا را و محبت خدا را و فروتنی خدا را و عبادت درست خدا رو نفهمیدن. ملاقات با خدا، و که هنوز من پولس به خودش اعتماد می‌داشت، اون جوان به خودش، به ثروتش، من اعمال رو نگه داشتم، من شریعت رو نگه داشتم. در باب 18 لوقا یادتون هست اون فریسی وارد هیکل میشه اینجور دعا میکنه، ای یهوه تو را شکر میکنم که من از همون اول فرامین رو نگه داشتم، ده یک دادم، مثل این یک باجگیر اونجا بود، مثل این باجگیر نیستم، ده یکم رو دادم، هفته دو روز روزه نگه داشتم، تو را شکر میکنم. چی بود؟ افتخار انسانی. ولی صلیب درست اونجا رو میزنه، من، منیت، غرور انسانی، آنچه که هفته قبل عرض کردم بوی تعفن غرور انسانی دنیای ما رو گرفته، و پولس هم، سولوس ترسوسی، با این بو، با این غیرت، با این شجاعت داشت کار میکرد تا وقتی عیسی را ملاقات کرد، با صلیب آشنا شد. بعد از آیه 7 به بعد اینطور میگه، فیلیپیان باب 3 آیه 7 به بعد، اما آنچه مرا سود بود آن را به خاطر مسیح زیان شمردم، بلکه همه چیز را در قیاس با ارزش برتر شناخت خداوندم مسیح عیسی زیان میدانم، که به خاطر او همه چیز را از کف دادم. آری اینها همه را فضله می شمارم تا مسیح را به دست آورم و در او یافت شوم، نه با پارسایی خیشتن که از شریعت است، بلکه با آن پارسایی که از راه ایمان به مسیح به دست می آید، آن پارسایی که از خداست و بر پایه ایمان. می خواهم مسیح و نیروی رستاخیزش را بشناسم و در رنجهای او سهیم شده با مرگش همشک کردم، تا به هر طریق که شده به رستاخیز از مردگان نائل شوم.
آنچه مرا سود بود زیان میدانم، رنج، مصیبت، مرگ شریک بشم تا او را دریابم. برای همین این پولس بعدن میتونه رسالات دیگر را بنویسه، مکاشفه صلیب را بنویسه، همونی که در هفته گذشته عرض کردم، دوم قرنتیان باب 5 آیه 14 و 15. برای همه مرد تا زندگان برای او زندگی کنه که مرد برخاست. و غلاطیان 2:20 را بگه که مرا زیستن مسیح است، مردن نف. با مسیح مصلوب شدم، دیگر من نیستم که زندگی میکنم، بلکه مسیح است که در من زندگی میکند، و این زندگی که الحال در جسم میکنم به ایمان بر پسر خداست که مرا محبت کرد و جان خود را به خاطر من داد. پولس وقتی صحبت از صلیب میکنه، یعنی اینکه ادعاهای بشری، ادعاهای غرور انسانی ما مثل یک چراغ یا یک بگیم شمعی است در مقابل نور آفتاب، عدالت شخصی ما، توانه ما. و پولس بعد از این مکاشفات چنان از قوت پر میشه که بذارید از دوم قرنتیان باب 4 این آیات رو بخونم. میگوید اما ما خود را موعظه نمی کنیم، بلکه عیسی مسیح را به عنوان خداوند موعظه می کنیم، و از خود تنها به خاطر عیسی، آن هم فقط به عنوان خادم شما سخن میگوییم، زیرا همان خدا که گفت نور از میان تاریکی بتابد، نور خود را در دلهای ما تابانید تا شناخت جلال خدا در چهره مسیح ما را منور سازد. اما این گنجینه را در ظروف خاکی داریم تا آشکار باشد که این قدرت خارق‌العاده از خداست نه از ما. در فشاریم، متحیریم، آزار میبینیم، افگنده میشیم، همواره مرگ عیسی را در بدن خود حمل میکنیم تا حیات عیسی نیز در بدن ما ظاهر شود. زیرا ما که زنده ایم همواره به خاطر عیسی به مرگ سپرده میشویم تا حیات او در بدن فانی ما آشکار گردد. پیغام پولس مسیح، اونم مصلوب، و نه فقط مسیح مصلوب، خودش هم مصلوب. از غرور پایین اومده، از اسب تعصب دینی، از اسب شریعتی بودن، فریسی بودن، افتخارات پایین اومده. چرا؟ چون خداوندش هم پایین اومده بود، چون خداوندش هم خودش رو خالی کرد و آمد روی صلیب تا با قدرت صلیب ما رو نجات بده. پس پولسی که این همه میگیم پولس، اون سولوسی بود که وقتی صلیب را فهمید دیگر بحثی در رابطه با دفاعیت از خودش نداره، از دانشش نداره، از علمش نداره، از نژادش نداره، بلکه مسیح و اونم مصلوب. و وقتی صحبت از جهالت موعظه میشه، میگه بله، جهالت موعظه اینه، خنده داره. آخه به چی صلیب میخواییم بنازیم؟ به عریانی، به درد، به میخا، به حقارت، به رنج؟ بله، چون همه اینها نشان دهنده قدرت خدا بود. یک تصویر زیبا از صلیب، قدوسیت خدا، عدالت خدا و محبت خدا با هم بر صلیب تلاقی میکنند. قدوسیت، خدا مقدسه، گناه اونجا زده میشه. عدالت، گناه باید مجازات بشه. محبت، پسر خدا به جای من و تو. و این دعوت انجیل هست. و پولس را با این قسمت تمام کنم. هرچی بیشتر میشناسه فروتن تر میشه. اون ابتدا مغرور بود، من به کسی نیاز ندارم. آخرش میرسه به جایی که میگه من بزرگترین گناهکارانم در دوم تیموتائوس. و بعد در زمان نرون سر او را از تن جدا می کند. با افتخار برای مسیح شهید میشه. کسی که جان می گرفت، متعصب بود، غیور بود، مذهبی بود، تلخ بود، جنگجو بود، در آخر سر از تن جدا میشه
قرنتیان 13 رو می نویسه. از محبت صحبت میکنه و زندگیش سمبولی از ملاقات آسمان بود. فاصله رو دیدیم، سوار بر اسب غرور منم، میدانم یهوه رو میشناسم، استادم غمالائیل، همه تون اسیر میکنم، شاد در شهید شدن استیفان. آخر داستان بعد از ملاقات راه دمشقی اونیز سر از تن جدا میشه، فروتن، هیچ ادعایی نداره، بزرگترین گناهکارانم چون با صلیب روبرو میشه. بیایید ما نیز در خلوتمون با صلیب روبرو بشیم، راه صلیب را درک کنیم، به صلیب نزدیک بشیم، بهای شاگردی را در هفته آینده ادامه خواهیم داد بفهمیم، چون که تنها راه نجات دنیای ما به قول مرد خدایی کلیسا را فروتن سازید تا دنیا نجات پیدا بکند. دعا کنیم با هم. پدر، ذکر صلیبی که برای هالکان حماقت است ولی برای ما ناجیان قوت خداست، برای یهود جهالت است، برای غیر یهود حماقت و مسخره است، ولی برای ما قوت، آزاد شدن از اسارت، آزاد شدن از منیت، آزاد شدن از سیرت باطل پدرانه. دعا میکنم برای خودم و برای هر گوش شنوایی که این مفهوم صلیب چنان که پولس رو دگرگون کرد، این چنین او را رسول ساخت، فروتن ساخت، با قدرت ساخت، شاهد امین ساخت، همین ملاقات کلیسای تو را احیا کند، من و ما را احیا کند. امروز و امروز و امروز در این دنیای پر از حکمت پیام صلیب تو برافراشته بشه و این صلیب در زندگی ما خودشو آشکارا نشون بده، زندگی ما شهادتی بر آن پیغام آسمانی تو باشد. دعا میکنم پدر، چشمان دل ما را باز کن، روح القدس، درک و ملاقات جدید، برای جلال پدر به نام عیسی مسیح، آمین. آمین آمین. فراوانی خدا بر شما عزیزان هفته که پیش رو هست با قوت صلیب عیسی مسیح. آمین.